اروپا و نگرانی از زمستانی سخت. با قطع جریان گاز روسیه، اوضاع بازار انرژی چگونه خواهد شد؟ با یک کارشناس نفت و انرژی در این باره گفتگو می‌کنیم. در ادامه برنامه امشب، خداحافظی با میخائیل گورباچوف در 91 سالگی، رهبری با میراث تلخ و شیرین که مسیر اتحاد جماهیر شوروی و جهان را عوض کرد. ابراز حمایت روسیه از احیای برجام در سفر وزیر خارجه ایران به مسکو. هماهنگ کننده اروپایی میگوید ظرف چند روز آینده میشود به توافق رسید. لوپادیو دروازه صنعت نفت رو روی اشتباه مرادیان باز میکنه. چه کسی گل میزنه و به سمت طرفداران بانوی پرسپولیسی میره. تماشاگران زن بار دیگر در استادیوم آزادی. زنان طرفدار پرسپولیس هم برای اولین بار تیمشان را از نزدیک تشویق کردند. و لیلا حاتمی در جمع داوران جشنواره ونیز، 4 فیلم ایرانی در رقابت‌ها حضور دارند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. 6 ماه بعد از آغاز حمله روسیه به اوکراین و در آستانه پاییز، نگرانی درباره قیمت انرژی در اروپا جدی تر از همیشه شده. افزایش شدید قیمت‌ها در حدی است که 2 روز پیش اتحادیه اروپا گفت در حال بررسی شیوه‌هایی برای مداخله اضطراری در بازار انرژی است. دولت‌های اروپایی سیاست‌های مختلفی را دنبال می‌کنند، از تعیین سقف افزایش قیمت گرفته تا دادن کمک‌های نقدی. اما بسیاری معتقدند که این راهکارها موقتی است و شیوه تأمین انرژی اروپا باید به شکل اساسی تغییر کند. همزمان روسیه یکی دیگر از خطوط اصلی انتقال گازش به اروپا را بسته. به گفته مسکو، جریان گاز طبیعی در خط لوله نورد استریم 1 تا شنبه قطع خواهد بود. کشورهای اروپایی کرملین را متهم کردند که با این اقدام می‌خواهد قیمت انرژی را بالاتر ببرد. اما روسیه گفته قطع جریان گاز برای تعمیر این خط لوله است. اروپا چطور می‌تواند خود را برای زمستان سخت پیش رو آماده کند؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از بهرنگ تاجدی. چیزی که خیلی ها ماه‌ها درباره‌اش هشدار می‌دادند، بالاخره اتفاق افتاد. روسیه صادرات گاز طبیعی به اروپا را به طور کامل قطع کرد، البته برای 3 روز و به دلیل تعمیرات و نگهداری خط لوله نورد استریم. ما واقعا دلیل فنی نیاز روسیه به انجام تعمیرات در این مقطع زمانی رو متوجه نمیشیم، ولی فعلا آلمان آماده تره. تأسیسات ذخیره گازمون رو بهتر پر کردیم و داریم از نروژ، هلند، بلژیک و به زودی فرانسه گاز میاریم. داریم صرف جویی هم میکنیم و از این جهت فکر کنم بهتر بتونیم تحمل کنیم. از شروع جنگ در اوکراین، اتحادیه اروپا و متحدانش علاوه بر تحریم روسیه، تلاش کردند وابستگیشان را به نفت و گاز آن کم کنند. آنها دولت روسیه را متهم میکنند که از نیاز کشورهایی مثل آلمان به گاز صادراتیش به عنوان اهرام فشار استفاده میکند. ادعایی که مقامهای روسیه به شدت آن را رد می‌کنند. خبر ندارید که این دولت فعلی آلمانه که به دستور واشنگتن داره رابطش با کشور ما در زمین انرژی رو نابود می‌کنه؟ بذارید یادآوری کنم که این آلمان نیست که داره منابع طبیعیش رو در اختیار روسیه می‌ذاره، بلکه روسیه است که این کارو می‌کنه. شما دارید این همکاری در زمینه انرژی رو از بین می‌برید و ما رو متهم می‌کنید که داریم تهدید می‌کنیم کمبود انرژی ایجاد کنیم. بله، شما دیوونه اید. علاوه بر تعطیلی موقت نورد استریم، روسیه گفته فروش گاز به شرکت فرانسوی انجی را هم متوقف می‌کند به دلیل اختلاف بر سر پرداخت. 2 سال پیش در اوایل همه‌گیری جهانی کرونا، هر مگاوات ساعت گاز طبیعی در اروپا کمتر از 9 یورو بود. ظرف 1 سال قیمت آن تقریباً 5 برابر شد و به نزدیکی 50 یورو رسید. در روز آغاز حمله روسیه به اوکراین، نرخ گاز به بیش از 130 یورو رسیده بود. این افزایش در ماه‌های اخیر ادامه داشت و قیمت هفته پیش تا 338 یورو هم بالا رفت. اگرچه قیمت در 2 روز اخیر افت قابل توجهی داشته، ولی همچنان تقریباً 30 برابر 2 سال پیش است. میزان گازی که در خط لوله نورد استریم قبل از این تعطیلی موقتش جریان داشت خیلی محدود بود. خط لوله با حدود 20% ظرفیتش کار می‌کرد. در نتیجه در این 3 روز تعطیلی اروپا گاز زیادی از دست نمیده.
ولی تأثیرش روانیه. تأثیرش روی قیمت در بازاره که دیدیم در این یک هفته جهش شدیدی داشته. نگرانی اینه که اگر تعمیرات به 3 روز محدود نمونه و بیشتر ادامه پیدا بکنه، وضعیت بدتر بشه و قیمتها باز هم بالاتر بره. اون هم درست موقع شروع زمستون در اروپا. افزایش شدید قیمت برق و گاز باعث شده بسیاری از کشورهای اروپایی با شدیدترین تورم چند دهه اخیرشان مواجه باشند. با وجود همه تلاش‌های دولت‌ها برای خنثا کردن اثر قطع احتمالی صادرات انرژی روسیه، مردم و تولید کنندگان اروپایی پاییز و زمستان ممکن است به خاطر کمبود برق و گاز یا افزایش سرسام‌آور قیمت آنها مجبور شوند چراغ‌ها را خاموش کنند. بهرنگ تاج‌دین، بی بی سی. سارا وخشوری، کارشناس نفت و گاز و انرژی در مؤسسه بین‌المللی انرژی SVB از واشنگتن با ماست. خانم وخشوری، خوش آمدید به برنامه. هرچند که روسیه میگه که تعطیلی نورد استریم یک اقدام موقته، اما نگرانی ها در اروپا بسیار جدیه. فکر میکنید که اساسا اروپا راه حلی داره در یک مقطع کوتاه پیش رو؟ در مقطع کوتاه پیش رو دو تا نکته هست. یکی این که این گازی که قطع شده گاز خط لوله هست و هنوز اروپا، کشورهای اروپایی از جمله فرانسه، از روسیه LNG هم وارد میکنن، گاز مایع شده از طریق کشتی. و سوال مهم اینه که آیا روسیه صادرات LNG رو هم قطع میکنه به اروپا یا خیر؟ خیلی ها خوشبین هستن که این اتفاق نیفته، چون شرکتی که LNG رو صادر میکنه به اروپا متفاوته از گازپروم که گازش رو با خط لوله میفرسته. اما برگردم به سوال شما، در واقع راه حل فقط اینه که کشورها با هم متحد بشن، به هم برق صادر کنن، کشورهایی که تولید برق بیشتری دارن، و اینکه بتونن مقدار بیشتری برق هسته‌ای یا برق از آب تولید کنن. اما مشکل دیگه که الان اروپا باهاش مواجه هست، همین انگلستان که شما خودتون اونجا هستین، مشکل خشکسالی هست و سطح آب انقدر در این روزها پایینه که برای تولید برق آبی و حتی رودخونه مثل رودخونه راین که بخشی از مواد مورد نیاز برای نیروگاه‌های برق آلمان از این رودخونه عبور میکنن، الان انقدر سطح آب پایینه که کشتی‌ها نمیتونن به راحتی عبور کنن. بنابراین متاسفانه اروپا با مشکل خشکسالی هم روبروئه که تولید برق آبی رو مشکل میکنه. اگر بخوایم برگردیم به مسئله جنگ روسیه در اوکراین، روسیه تاکید کرده که علت تعطیلی نورد استریم 1 در حال حاضر مسائل فنیه و تا روز شنبه دوباره باز میگرده گازی که از این لوله وارد اروپا میشه. اما در ماه ژوئیه هم 10 روز این خط لوله تعطیل بود، دوباره هم گفتن به دلایل فنی هست. چقدر قابل باوره؟ واقعا فکر میکنید که اینقدر میتونه مشکل فنی ایجاد بشه برای یک خط لوله؟ من در مورد این نمیتونم نظر بدم، چون خب من از نزدیک ندیدم. اما میشه گفت که روسیه در واقع 2 تا پیام با این کار یا میفرسته، یا یعنی اینکه اروپا و دنیا میتونه 2 تا پیام از این بگیره. یکی این که تحریم های جدیدی که قراره تا آخر سپتامبر اروپا اجرای کنه و حتی تا آخر سال میلادی که به مرور میخواد وارداتش رو از روسیه کم کنه، در واقع این نشون میده بهشون که چقدر وابسته هستن و شاید یک تمرینی هست این 2-3 روز قطع شدن ها برای اروپا که ببینه چقدر میتونه روپای خودش بیسته. نکته دوم و پیامی که روسیه در واقع داره میده اینه که تحریم هایی که علیه صنعت انرژی روسیه هست چقدر میتونه این عرضه انرژی از روسیه رو به تعویق بندازه. و الان خب روسیه میگه که این خط لوله به خاطر دست نداشته، اینکه نتونسته بخشی از تجهیزات رو تامین کنه و از شرکت های اروپایی که باشون قرارداد داشته بگیره قطع شده. بنابراین در واقع میشه گفت 2 تا پیام توی این هست، و چون قطعی خیلی کوتاه مدته، در واقع میشه گفت یک پیام هایی که شما میتونید نتیجهش رو ببینید، ولی فقط دردش کوتاه مدته و تصمیم بگیرید که اگر در دراز مدت میتونید فرض کنید زمستون رو بدون اروپا، میتونه زمستون رو بدون نفت و گاز روسیه سر کنه یا خیر. رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا اورسولا فوندرلاین اعلام کرده که اگر که لازم باشه اتحادیه اروپا مداخله اضطراری خواهد کرد در بازار انرژی. این مداخله اضطراری به چه شکل خواهد بود؟ چه کار میتونه بکنه اتحادیه اروپا؟
تنها کاری که میتونن بکنن اینه که بیان کشورها یک سقف قیمت تعیین کنن که مشتری‌ها بتونن یک مقدار حمایت بشن بر علیه این که قیمت‌ها خیلی افزایش پیدا نکنه، چون افزایش خیلی شدید انرژی مسلماً برای هم جیب مردم دچار مشکل میشه و هم تورم ایجاد میکنه، قیمت غذا و سایر مواد گرون میشه. یا کشور انگلستان الان برنامه قطعی برق رو داره برنامه ریزی میکنه، بنابراین ممکنه این اتفاق بیفته، ولی این در مورد عرضه فیزیکی انرژی کمک نمیکنه به اونها. نکته دیگه اینه که از آیا کشورهای اروپایی میتونن روی کمک هم حساب کنن؟ به عنوان مثال آیا نروژ حاضر هست که در تأمین گاز و صادرات گازش به کشورهای فرض کنین اروپایی تخفیف‌های بیشتری رو بده؟ آیا این هم کمک و همدلی بین کشورهای اروپایی به وجود میاد که فرض کنین به هم برق صادر کنن یا گاز با قیمت کم صادر کنن؟ متشکرم سارا وقتشوری، کارشناس نفت و گاز و انرژی. مرگ میخائیل گورباچوف، آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروی که دیروز در سن 91 سالگی درگذشت، واکنش‌های متفاوتی در پی داشته. بعضی از رهبران جهان پیام تسلیت فرستاده‌اند و کارنامه او را تحسین کردند. اما در روسیه واکنش‌ها سرد بوده. بسیاری او را مسئول فروپاشی شوروی به عنوان یک ابرقدرت می‌دانند، اما اکثرا هم نظرند که او تاریخ جهان را در مسیر تازه‌ای قرار داد و به جنگ سرد دستکم برای مدتی پایان داد. کسرا ناجی گزارش می‌دهد. تلویزیون دولتی روسیه امروز خبر درگذشت میخائیل گورباچوف و واکنش‌ها به آن. مجری برنامه میگوید او در 6 سالی که در قدرت بود آزادی آورد، به جنگ سرد خاتمه داد، نیروهای روسیه را از افغانستان خارج کرد و به وحدت آلمان کمک کرد. اما مجری اضافه میکند که در این 6 سال وحدت اروپای شرقی از میان رفت و اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید. جوانترین رهبر اتحاد جماهیر شوروی اهل گفتگو با مردم بود. او هنگامی که روی کار آمد، نظام کمونیستی 70 ساله کشور دیگر کارآمدیش را از دست داده بود. اقتصاد کشور در ورطه سقوط بود. او گفته است خیلی زود دریافت که مردم جنگ نمیخواهند و آزادی میخواهند. ادامه وضع موجود دیگر ممکن نبود. او راه پیوستن به غرب را انتخاب کرد به جای مقابله با غرب. در داخل سیاست معروف به گلاسنوست را پیش گرفت، باز کردن فضای سیاسی کشور، و سیاست معروف به پروسترویکا، بازسازی اقتصادی. اما امروز خیلی ها در روسیه او را مسئول از دست رفتن موقعیت کشور به عنوان یک ابرقدرت می دانند. این مرد امروز در موسکو می گوید آن موقع فکر می کردیم که او می تواند اتحاد شوروی را در مسیر بهتری قرار بدهد، اما بعدا فهمیدیم که او مسئول فروپاشی اتحاد شوروی است. و این زن می گوید او صدمه زیادی به کشور ما زد و حالا ما باید با پیامدهای آن زندگی کنیم. این ولادیمیر پوتین در آغاز سومین دوره حکومتش 10 سال پیش، گورباچوف در میان جمعیت. او همان موقع خطاب به پوتین گفته بود بهتر است برود، چون 3 دوره رهبری کشور کافی است و بیشتر از آن باعث فساد می شود. بعدن هم اینجا صحبت از این کرد که دیگر نمی شود به عقب برگشت و روش های حکومت با اختناق و سرکوب را از سر گرفت. این هنگام درگذشت همسرش 23 سال پیش. ولادیمیر پوتین امروز مرگ میخائیل گورباچوف را به خانواده‌اش تسلیت گفت و از او به عنوان مردی یاد کرد که تأثیر بزرگی در مسیر تاریخ داشته است. قبلا رهبر روسیه فروپاشی اتحاد شوروی را بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیک قرن 20 خوانده بود. سخنگوی رئیس جمهوری روسیه امروز گفت گورباچوف فکر میکرد که یک دوران به قول او رومانتیک در روابط شوروی و غرب به وجود میآید که نیامد. هیچ روابط رومانتیکی ایجاد نشد. هیچ ماه عسلی در کار نبود. عشق مخالفان به خون ما خودش را نشان داد. در برلین اما در کنار جایی که دیوار برلین آلمان و اروپا را تا همین 33 سال پیش دو شقه کرده بود، امروز آلمانی ها تنها سپاس گذارند. این مرد میگوید برای من گورباچوف کسی بود که دموکراسی و آزادی برای من آورد.
و این زن میگوید گورباچوف کسی است که موفق شد دیوار برلین را پایین بکشد. هر کسی دیگری به جای او رئیس جمهوری روسیه بود، تانک ها را به خیابان ها میفرستند. و این صدر اعظم آلمان که وحدت کشورش مدیون گورباچوف است. نیست نور دی دموکراسی در روسلند. گورباچوف هنگامی از بین ما رفت که دموکراسی در روسیه شکست خورده، زمانی که پوتین در اروپا شکاف‌های تازه‌ای ایجاد کرده و به کشور همسایه‌اش لشکرکشی کرده. همه اینها نشان می‌دهد که گورباچوف تا چند اندازه در تاریخ اخیر اروپا و آلمان تأثیرگذار بوده. این صفحات اول بعضی از روزنامه‌های امروز بریتانیا. در خارج از روسیه پیام‌های رهبران جهان پیام‌هایی است از اندوه، تسلیت و تحسین. مردی که روسیه را از انزوا بیرون آورد، روسیه را در مسیر آزادی قرار داد، به جنگ سرد خاتمه داد، اروپای شرقی را آزاد کرد و جهان را در مسیر صلح‌آمیزتری قرار داد. کسرو نجی، بی بی سی. آنا بورشفسکایا، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن درباره مطالعات خاورنزدیک، از واشنگتن با ما. خانم بورشفسکایا خودش در شوروی سابق به دنیا آمده و در دوران کودکی شاهد سقوط آن بوده. خوش اومدید به برنامه خانم بورشفسکایا. ابتدا میخوام ازتون تجربه زندگی و تأثیری که میخائیل گورباچوف در زندگی مردم در روسیه داشت بهمون بگید. وقتی که من به دنیا آمدم، فراموش نکنید من در زمانی که شوروی برقرار بود یک کودکی بیش نبودم، ولی هم به عنوان کسی که حتی در دوران کودکی تجربه کرد شوروی رو و کسی که بعداً بزرگ شد و محقق شد، میتونم به شما این رو بگم. گورباچوف یک سری ایده هایی رو آورد تحت عنوان گلاسنوست و پرسترویکا، یعنی گشایش فضا، بازسازی، شفافیت. گورباچوف با این ایده به قدرت رسید که اتحاد جماهیر شوروی رو اصلاح کنه، رفتارش با مردم با کرامت و احترام بیشتری باشه در مقابل اون شقاوت و بیرحمی که حکومت قبل شوروی نسبت به مردم اعمال میکرد. من فکر کنم خیلی مهم هستش که ما فراموش نکنیم که گورباچوف با این ایده نیامد به قدرت که شوروی رو کاملا تومارش رو بپیچه. میخواست شوروی رو اصلاح کنه، میخواست روی حکومت انسانگراتر در شوروی داشته باشه، ولی در نهایت ریاست کشوری رو بر عهده گرفت که دچار فروپاشی شد به لحاظ سیاسی. اما مهمترین تصمیم او این تصمیم بود که از خشونت پرهیز کنه. این بسیار مهم هستش. یک رهبر دیگر شوروی، هر رهبری بود، متوسل میشد به خشونت، اما گورباچوف به خشونت متوسل نشد. از این جهت بیشترین اعتبار رو دریافت میکنه که اجازه داد فروپاشی شوروی مسالمت آمیز باشه، در حالی که میتونست بسیار خونین و بدتر از اینها باشه. عده‌ای از مردم در روسیه به هر حال نقد دارن به او و او رو مسبب تضعیف شوروی میدونن و معتقدن که علت اینکه شوروی یک ابرقدرت باقی نموند آقای گورباچوف. امروز هم شنیدیم که سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت که نگاه او به غرب یک نگاه رمانتیک بود. علت این نقد به او چیه؟ متاسفانه خیلی ها نمیدونستند یا خبر نداشتند از تمام جنایت هایی که شوروی علیه مردم خودش روا می داشت. دلیلش همین بودش که شوروی در داخل کشور تسلط بر جریان آزاد اطلاعات داشت. خیلی ها در اون زمان میخواستند که روسیه یک ابرقدرت باشه، اما متوجه نبودند که دوروبر خودشون چی داره میگذره. اون اتفاقی که در داخل کشور افتاد این بود که گورباچوف جنگی و مسافی رو از دست داد که نقطه مقابلش کمونیست هایی بودن که دلچرکین بودن، میخواستن که اتحاد جماهیر شوروی رو متحد نگه دارند. این خیلی جالب هست که ببینید که وقتی نگاه میکنید به این واقعیت که گورباچوف به این
با این ایده به قدرت رسید که سیستم رو اصلاح بکنه، با این ایده نیامده بود که بخواد همونجور که گفتم شوروی رو دچار فروپاشی بکنه، هرچند اجازه داد این اتفاق بیفته. ولی از طرف دیگه جالب هستش که وقتی شما نگاه بکنین به آخرین نظرسنجی که در روسیه انجام شده، نظرسنجی معتبر منظورم هست، متاسفانه این نظرسنجی نشون میده که مردم به طور فزاینده رو به جوزف استالین آوردن و از او حمایت میکنند. خیلی از این به پشتوانه تبلیغات زمان شوروی هستش، ولی سوالهای جدید و پیچیده ای رو مطرح میکنه درباره اینکه روسیه همچنان در جدال با تاریخ خودش هست، همچنان در جدال با جایگاهی که دوست داره در دنیا داشته باشه هست. شما مقاله هم نوشتید درباره نگاه آقای گورباچوف به خاورمیانه و نقشش. وقتی که مقایسه میکنید سیاست روسیه امروز رو در قبال خاورمیانه با سیاست آقای گورباچوف، چه تفاوتی میبینید؟ گورباچوف خودش بیش از هر چیز هشدار داده بود، هشدار داده بود درباره محدود شدن آزادی ها در زمان تصدی ولادیمیر پوتین. اون چه که گورباچوف میخواد آزادی های بیشتر بود. اون اعتقاد بر این داشت که روسیه باید یک کشور دموکراتیک بشه. این رو فهمید که چقدر مشکل هست تبدیل شدن روسیه به کشور دموکراتیک. روسیه این گورباچوف این رو هم میفهمید که اتحاد جماهیر شوروی به لحاظ راهبردی در خاورمیانه شکست خورده بود، مثلا خصومت شوروی نسبت به اسرائیل، ارسال کمک‌های بسیار زیاد و تخصیص منابع زیاد بدون هیچ مابعضایی برای سیاست‌هایی که می‌خواست پیش ببره. ولی گورباچوف می‌خواست که روسیه یک راه جداگانه‌ای بره. اون چه که ولادیمیر پوتین الان داره در خاورمیانه دنبال می‌کنه تابع همون نظریاتی هستش که یک وزیر خارجه سابق روسیه داشت و اون دیدگاه مبتنی بر این هستش که روسیه باید یک وزنه‌ای در مقابل آمریکا در خاورمیانه باشه. این یک بازی برد باخت است از نظر ولادیمیر پوتین. مشخصا درباره خاورمیانه سیاست ورزی ولادیمیر پوتین بر این مبنا هست. برای همین هستش که ما میبینیم ولادیمیر پوتین متوسل میشه به همون اهدافی که شوروی در خاورمیانه دنبالش بود، متا با شیوه‌های مختلف به دنبال رسن با هدف ها میره. ولی گورباچوف در کل میخواست که روسیه رو به غرب نزدیکتر کنه و در نهایت وقتی که به روسیه یا تحت رهبری ولادیمیر پوتین نگاه میکنید، فکر میکنید که اون مسیری بود که گورباچوف میدید براش؟ بر اساس اون چه که گورباچوف خودش در راجع به ولادیمیر پوتین گفته بود، به نظر نمیاد که پوتین روسیه رو در اون مسیری قرار داده که گورباچوف میخواست ببینه. با وجود اینها عقاید شخصی خود گورباچوف نسبت به غرب هم به هر حال عقاید پیچیده‌ای بود، سیاه‌سفید نبود، لزوماً صفر و صد نبود، ولی به هر حال بر اساس انتقادهایی که گورباچوف از ولادیمیر پوتین داشت، به نظر میاد که گورباچوف نگاهش نسبت به روسیه و نقش روسیه در جهان متفاوت است با نگاه ولادیمیر پوتین. متشکرم. آنا بورشفسکایا، پژوهشگر ارشد مؤسسه واشنگتن، درباره مطالعات خاور نزدیک. ایران دوباره تاکید کرده که اگر پرونده پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بسته نشود، تعهداتش در برجام را اجرا نخواهد کرد. همزمان وزیر امور خارجه ایران در سفر به مسکو گفته که اگر آمریکایی‌ها در مورد لغو تحریم‌ها واقع بینانه عمل کنند و تضمین‌های محکم‌تری بدهند، رسیدن به توافق دور از دسترس نیست. روسیه هم از بازگشت طرفین به توافق حمایت کرده. در میان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته که توافق ممکن است ظرف چند روز آینده به دست آید. مریم افشان گزارش می‌دهد. کنفرانس مطبوعاتی وزیران خارجه ایران و روسیه در مسکو. محور یکی از سوالات توافق احیای برجام. در این نشست وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که از توافقنامه پیشنهادی اتحادیه اروپا رضایت دارد.
این در حالی است که چندی پیش و با نزدیک شدن به توافق، روسیه درخواست تضمین از آمریکا داشت مبنی بر اینکه روسیه و ایران نباید در تبادل تجاری نظر کشورهای غربی را مورد توجه قرار دهند و تحریم‌های اعمال شده علیه ایران نباید شامل روسیه شود. امروز وزیر خارجه ایران هم گفت که اگر آمریکایی‌ها در مورد لغو تحریم‌ها واقع بینانه عمل کنند، رسیدن به توافق دور از دسترس نیست. برای لغو تحریم‌ها ما اخیراً آخرین متن طرف آمریکایی رو دریافت کردیم. همکاران من به دقت در حال بررسی متن هستند. ما همچنان در موضوع تضمین نیازمند متنی نیرومندتر هستیم، لذا داریم فکر می‌کنیم که چگونه می‌توان به یک متن نیرومند در موضوع تضمین دست پیدا کرد و ضمانت‌های قوی‌تر و قابل اعتناتری رو در این موضوع داشته باشیم. از سوی دیگر ایران خواهان بسته شدن پرونده سوالات پادمانی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. این سوالات مربوط به پیدا شدن آثار اورانیوم در چند مرکز از پیش اعلام نشده ایران به بازرسان آژانس است. این موضوع به اختلاف دو طرف بدل شده و شورای حکام آژانس تا به حال دو قطعنامه در مورد ضرورت حل و فصل آن صادر کرده. ایران تهدید کرده که اگر پرونده پادمانی آژانس بسته نشود، در صورت توافق احیای برجام هم روز باز اجرایی وجود نخواهد داشت. ما حافظه من را از دست ندادیم. چند سال می گفتند در لویزان، جنوب تهران، ترقوزآباد، فلان انبار است و بهمان اقدام شده است. یا مدام درباره پارچین صحبت می کردند. چه شد؟ آمدند، دیدند و بازرسی کردند، اما چیزی آنجا نبود. این اتهام زنی ها بد جور به دلشان چسبیده و خوب می توانند با این کارها برنامه هسته ایران را معطل نگه دارند، اما دوره این چیزها دیگر تمام شده است. وزیر خارجه ایران هم در مسکو از آژانس انتقاد کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی باید از رفتار سیاسی خود فاصله بگیره و صرفاً بر تکلیف و وظیفه فنی خودش متمرکز بشود. ثانیاً برای جمهوری اسلامی ایران قابل قبول نیست که پس از بازگشت همه طرف‌ها به JCPOA مجدداً شاهد برخی از دیدگاه‌های سیاسی و اتهامات بی اساس سازمان بین‌المللی انرژی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باشیم. با وجود مخالفت اسرائیل و بعضی گروه‌های سیاسی در ایران و آمریکا، ظاهراً طرف‌های درگیر در مذاکرات احیای برجام امید به توافق دارند، البته با شرایط مطلوب خودشان، امیدی که مشخص نیست با توجه به موانع پیش رو چه زمان محقق شود. مریم افشنگ، بی بی سی. در عراق به رغم آرامتر شدن خیابان‌ها بعد از دو روز درگیری میان نیروهای هوادار مقتدی صدر روحانی شیعه و احزاب رقیبش، تنش همچنان ادامه دارد. دیروز و امروز بعضی از رهبران گروه‌های رقیب درخواست کرده بودند که به احترام محرم و اربعین همه گروه‌های شیعه گرد هم جمع شوند، اما آقای صدر در یک حساب توییتری که توسط معاونان و مشاوران نزدیکش اداره می‌شود گفته که این دیگر امکان ندارد. نفیسه کوهنورد خبرنگار ارشد امور خاورمیانه بی بی سی از اربیل عراق با ماست. نفیسه، اوضاع به چه سمت پیش میره؟ رانا، هنوز واقعا همه چی مبهمه. لحن توییتی که امروز در حساب توییتری وزیر قائد که به وزیر صدر معروفه، همونطور که خودت هم گفتی، خیلی تندتر از همیشه بود. در او گفته که خب اینجا خیلی یک جمله به خصوص در زمان محرم رواج پیدا کرده بود از چند سال پیش که حب حسین یجمعنا، یعنی عشق به حسین ما رو دور هم جمع میکنه.
این وقتی رونق گرفته بود که برای اولین بار به کنسولگری ایران در بصره حمله شد و همون موقع صحبت از این بود که بین عراق و ایران و بعضی از گروه‌های شیعه و ایران داره اختلاف ایجاد میشه و این جمله خب خیلی مطرح شد و الان هم که دم اربعین هست باز از همین جمله‌ها خیلی استفاده میشد. این در حقیقت شعار در متنی که آقای هادی عامری و همچنین آقای خزعلی دو رهبر ارشد چارچوب هماهنگی که از رهبران نزدیک به ایران هم محسوب میشن در پیامشون به آقای صدر بود و در جواب در این توییت خیلی تند به اونها جواب داده شده که دیگه هیچ چیزی ما رو گرد هم جمع نمیکنه و به نوعی اونها رو با یزید یکی کرده برای بار چندم در این چند هفته گذشته و گفته که چطور انتظار دارید که اصحاب و یاران حسین با یزید سر یک سفره جمع بشن، کسانی که برای عراق و برای شیعیان عراق خطر ایجاد میکنن، برای زیارتگاه ها خطر ایجاد میکنن و به نوعی اونها رو متهم کرده به درگیری های چند روز گذشته. در پایانش هم یک جمله گذاشته که و این پیام ما به ایران که افسار شترهای خودش رو در عراق بگیره و بکشه و مهارشون بکنه، که خب این جمله بندی ها نشون میده که چقدر این اختلاف داره عمق پیدا میکنه و به نظر میاد که این آرامش مقطعی باید باشه. رنا، فضا همونطور که اشاره کردی به شدت تند علیه ایران، حتی بعضی از کارشناسان تا اینجا پیش رفتن که ایران رو متهم کردن که به نوعی علیه مقتدی اسد کودتا کرده در روزهای گذشته. شاهد تصاویری بودیم که پوسترهای قاسم سلیمانی رو پایین می‌کشیدن طرفداران مقتدی اسد. چقدر بر وجهه و جایگاه ایران در معادلات سیاسی عراق تاثیر میذاره تحولات این روزا؟ خیلی. این روندی هست که از زمان کشته شدن قاسم سلیمانی عملا شروع شده بود ولی الان داریم میبینیم که داره اوج میگیره و داره به قله میرسه. این نوع حرف زدن در مورد ایران، این نوع حرف زدن در مورد گروه های نزدیک به ایران و حتی در مورد اصلا شیعه در عراق واقعا به این شکل سابقه نداشته که داره لحن تندتر و تندتر میشه. فقط این رو بگم که همچنان البته گروه های دیگه شیعه نزدیک به ایران دارن پادرمیونی میکنن که آقای صدر رو متقاعد بکنن که بلکه از تصمیمات خودش عقب نشینی بکنه. بر اساس بعضی از گزارش ها و منابع نزدیک به حزب الله لبنان، الان حزب الله لبنانه که پادرمیونی داره میکنه، سعی میکنه که وساطت بکنه بین گروه های نزدیک به ایران و آقای صدر و همچنین حتی هشدار بده به آقای صدر که این وضعیت به نفع هیچ طرفی تمام نخواهد شد در نهایت. و امروز دیدم که الان چند دقیقه پیش آقای نبیه بری رئیس مجلس لبنان هم از آقای صدر درخواست کرده که استعفا یا کنارگیریش رو از صحنه سیاست پس بگیره و دوباره به میدان برگرده، که خب نشون میده که اون کانال‌هایی که ایران داشته داره کمتر و کمتر میشه و برای همین هم هست که ایران از کانال مستقیم خودش دیگه استفاده نمی‌کنه و به نظر میرسه داره از کشورهای دیگه‌ای که میتونن، به خصوص حزب الله لبنان که رابطه نزدیکی با آقای صدر از به نوع تاریخی رابطه نزدیکی با آقای صدر داره، از اونها استفاده میکنه که بلکه این شرایط رو بیاره، شرایط رو مهار بکنه. اما واقعا برای ایران این وضعیت مطلوبی نیست با توجه به این که خب صحبت از بسته شدن مجدد مرزها هست به روی زائران، زائرانی که خیلی از چند ماه پیش داشت تبلیغ میشد که این اربعین بزرگی خواهد بود و بعد از دو سال کرونا در به روی زائران ایرانی باز خواهد شد، ولی الان میبینیم که شرایط باز داره به سمتی میره که ایران مجبور از مسافران ایرانی بخواد که به عراق سفر نکنند. عراقی که به گفته ایران کشور برادر و پایگاه
محور مقاومت به گفته اوست. متشکرم نفیسه کوهنورد، خبرنگار ارشد امور خاورمیانه ما. طالبان امروز مراسمی را برای بزرگ داشتن خروج آخرین سربازان آمریکایی از افغانستان در پایگاه بگرام برگزار کردند. همزمان لوید آستین وزیر دفاع آمریکا هم در اولین سالگرد خروج آخرین نظامی این کشور از افغانستان گفته که ماموریت آمریکا در مبارزه علیه تروریسم هنوز پایان نیافته و اکنون توجه بر امر مبارزه علیه ریشه های دهشت افکنی متمرکزه. طالبان در اعلامیه امروز رو آزادی افغانستان از اشغال آمریکا و ناتو خواندند و در بگرام بزرگترین پایگاه پیشین نظامیان آمریکا در نزدیکی کابل مراسم رژه نظامیان خود را برپا کردند. علی حسینی گزارش می‌دهد. دستگاه پرتاب کننده راکت لونا، نمایش قدرت طالبان در تلویزیون تحت کنترلشان. سنگر مستحکم دشمن را به خاکستر تبدیل میکند. رجزخانی با تجهیزاتی که یک سال پیش به غنیمت گرفتند. محل جشن پایگاه بگرام، جایی که در دو دهه گذشته اصلی ترین محل فرماندهی جنگ آمریکا و دیگر نیروهای بین المللی با طالبان بود. این شب گذشته آتشبازی ویژه طالبان برای خروج آخرین نظامی آمریکایی از افغانستان. جنرال کریس دوناهو حوالی نیمه شب 3 اگست سال گذشته در حالی افغانستان را ترک می‌کرد که حدود 2500 هم قطارش در دو دهه جنگ کشته شده بودند. وطن و مردم با چهره‌های بشاش. شماری از این نیروها که گفته شده قرار است تعدادشان به 150,000 نفر برسد از ارتش نظام قبلی افغانستان هستند. اینک کندک مجاهدین استشهادی. این واحد انتحاری طالبان اما متفاوت ترین نیروهایشان است که در دولت قبلی وجود نداشت. طالبان در اعلامیه‌ای به مناسبت امروز گفتند که سیاست فشار و تهدید ناکام بوده، جامعه بین المللی سیاست معقولی در پیش بگیرد و به استقلال و تمامیت ارضی افغانستان احترام بگذارد. نخست وزیر حکومت طالبان هم از نیروهایش خواست که اطاعت از رهبرانشان را واجب بدانند. با یک دیگر همانند برادر زندگی کنید. اطاعت از بزرگانتان را واجب و لازم بدانید. خدمت به مردم را وجیبه شرعی و اسلامی بدانید. در آمریکا، وزیر دفاع این کشور در یک سالگی خروج سربازان آمریکایی از دو دهه حضور افتخارآمیز صحبت کرد و گفت که حالا توجه بر مبارزه با ریشه های دهشت افغانی متمرکز است. در افغانستان اما در نزدیکی پایگاه بگرام، جایی که دو دهه نیروهای آمریکایی حضور داشتند و امروز طالبان قدرت نمایی کردند، داستان مردم فقر و بیکاری است. پیش از این خو کاروبار بود، تقریبا 30 مملکت دیگه بود دیگه، پیسه فریمان بود، بود کاروبار بود. فعلا دیگه از جای کمک هم نیست. امارات اسلامی دیگه از خود افغانستان پیدا میکنه، سر خود افغانستان پس مصرف کرده دیگه، از دیگه کشوران میان نیست کاربر. فقر بیچارگی به خیلی در افغانستان به اندازه است. آزادی او فتح مبارکی در توایو. حکومت طالبان با چالش های جدی در داخل و خارج از افغانستان روبروست. وضعیت اقتصادی و اجتماعی بحرانی است و جهان آنها را به رسمیت نشناخته. علی حسینی، بی بی سی. سازمان عفو بین‌الملل از تیراندازی به افغان‌های مهاجر خبر داده که می‌کوشند از راه ایران و ترکیه خودشان را به کشورهای امن برسانند. این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید مرگ نزدیک به 60 نفر را از اواسط تابستان تا زمستان پارسال ثبت کرده، از جمله 11 مهاجر که بر اثر شلیک مرزبانان ایرانی کشته شدند. علی خردپیر گزارش می‌دهد. مهاجران افغان، سفر و اقامت‌های پرمخاطره برای بهتر زیستن. تازه‌ترین گزارش مفصل سازمان عفو بین‌الملل از شکنجه، بازداشت‌های طولانی و شلیک به آنان به دلیل عبور غیرمجاز از مرز ایران و ترکیه خبر می‌دهد. این نهاد مدافع حقوق بشر 11 مورد کشتن پناهجویان به دست نظامیان ایرانی را ثبت کرده و می‌گوید که آمار واقعی کشته‌ها احتمالاً بسیار بیشتر است. عفو بین‌الملل به نقل از امدادگران و پزشکان افغان توانسته مرگ دست کم 59 نفر و مجروح شدن 31 پناهجو را در فاصله اوت تا دسامبر 2021 ثبت کند.
در این گزارش آمده که بیشترین آمار شلیک مستقیم به مهاجران افغان مربوط به مرز ایران است. ایران و افغانستان 945 کیلومتر مرز مشترک دارند، مرزی که در دهه‌های گذشته شاهد عبور مهاجران افغان بوده. بر اساس برآورد دولت ایران، شمار پناهندگان ساکن در این کشور 800 هزار نفر شامل 780 هزار افغان و 20 هزار عراقی است. همچنین حدود 2,100,000 نفر افغان فاقد مدارک شناسایی و حدود 600 هزار افغان هم صاحب گذرنامه از جمله با روادید دانشجویی یا خانوادگی در ایران زندگی می کنند. ترکیه هم به مهاجران افغان روی خوش نشان نمی دهد. در گزارش عفو بین الملل آمده که مرزبانان ترکیه در مواردی برای عقب راندن مهاجران به تیراندازی هوایی و گاه مستقیم پرداختند. آنانی که موفق به عبور از مرز می شوند هم با بدرفتاری روبرو می شوند. تقریبا تمامی مصاحبه شوندگانی که یک بار در ایران یا ترکیه گیر افتادند و بلافاصله عودت داده نشده بودند خودسرانه بازداشت شدند. زمان بازداشت از یکی دو روز تا دو ماه و نیم متفاوت بوده. 23 نفر بازداشت در ایران و 21 نفر هم بازداشت در ترکیه را همراه با شکنجه و بدرفتاری توصیف کردند. پارسال با سقوط دولت در افغانستان و قدرت گرفتن دوباره طالبان بسیاری تلاش کردند تا این کشور را ترک کنند. دولت ایران ورود 500 هزار تا 1 میلیون مهاجر افغان را از زمان روی کار آمدن طالبان برآورد کرده. مهاجرانی از خانه رانده و از راه مانده. آنانی که نه در زادگاهشان و نه در کشورهای همسایه یا نزدیک از حداقل‌ها برای زندگی درخور برخوردار نبودند. علی خردپیر، بی بی سی. در ایران برای دومین هفته پیاپی زنان موفق شدند یک مسابقه فوتبال داخلی رو در استادیوم آزادی تهران از نزدیک تماشا کنند. این بار برای بازی تیم‌های پرسپولیس و صنعت نفت آبادان که با نتیجه 2-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. حضور زنان در استادیوم آزادی حالا کم کم به امری عادی تبدیل میشه، اما بسیاری از منتقدان میگن اینکه فقط برای 500 نفر بلیت فروشی میشود و این اتفاق فقط در تهران میافتد هنوز با آنچه که انتظار دارند فاصله زیادی دارد. پوریا ژافره گزارش میده. امروز نوبت زنان پرسپولیسی بود که برای اولین بار یک بازی تیم محبوبشان را در لیگ داخلی از نزدیک ببینند. هیجان شادی در چهره های این زنان و دختران معلوم بود. صحنه هایی که شاید روزی در فوتبال ایران عادی شود، اما فعلا این بخشی جدید از تاریخ فوتبال ایران است که نوشته می شود. اولین باره، یکی از آرزوام بود، خدای شکره. این بار چندم میام، ولی ورزشگاه آزادی نیومده بودم. تو کشورهای دیگه که بازی داشتم میرفتم، ولی الان واسه اولین بار دارم میام ورزشگاه آزادی. واقعا یه حس خوبیه. هر کی هم نتونسته بیاد جاشو خالی میکنیم. ان شاء الله به یه برد پرگل میبریم دیگه بازی میام. سهمیه 500 بلیت برای زنان روی اینترنت ظرف چند دقیقه به فروش رفته بود. تعداد بلیت هم در اختیار بازیکنان و کادر فنی دو تیم قرار گرفته بود تا آنها به آشنایان و فامیل بدهند. خیلی حس قشنگه، امیدوارم که توی بازی‌های بعدی هم بقیه خانمایی که نتونستن بیان بتونن بیان و از 500 نفر بشه به حداقل 5000 نفر. بعضی دیگر با توجه به تجربه هفته گذشته زنان هوادار استقلال بدون بلیت راهی استادیوم شده بودند که این بار هم نیروی انتظامی انعطاف پذیر بود و بعد از دیدن کارت شناسایی به آنها اجازه داد وارد ورزشگاه شوند. خیلی خوشحالم اومدم ورزشگاه، یعنی شاید بگم از دیشب تا حالا نخوابیدم، از 8 صبح دارم حاضر میشم، خیلی هیجان انگیزه برام. در نهایت تعداد زنانی که این بار به استادیوم راه پیدا کردند کمی بیشتر از قبل بود، شاید بیشتر از 1500 نفر. با اینکه این تعداد هنوز بسیار کمتر از مردانی بود که بازی را از نزدیک می‌دیدند، در تشویق تیمشان چیزی کم نگذاشتند، طوری که صدای آنها به راحتی از تلویزیون هم شنیده می‌شد.
سرلک به توپ رسیده، یه ارسال، فرصت برای لوکادیو، ضربه رو زد به توی دروازه. لوکادیو در بازی هم قرمزهای تهران بهتر از حریف آبادانی بودند و این شادی گل لوکادیو مهاجم هلندی پرسپولیس در خاطرها خواهد ماند. مسابقه را پرسپولیس 2-0 از نفت آبادان برد تا با شکست سپاهان جلوی فولاد به صد جدول برسد. روزی خاطر انگیز برای پرسپولیس و طرفدارانش. چرخید ضربه رو زد مرادیان. فعلا زنان فوتبال دوست تهران به استادیوم آزادی راه پیدا کردند و در حالی که تقریبا تمام تیم‌های لیگ برتر ایران هم درخواست کردند که در بازی‌های خانگیشان زنان حضور داشته باشند، شورای تامین شهرستان‌های مربوطه با این درخواست‌ها مخالفت کرده. این صحبت‌های طرفداران سپاهان که به استادیوم نقش جهان راه نداشتند. حق همه بانوان، چه سپاهانی، چه پرسپولیسی، چه استقلالی، چه تیم‌های دیگه، حقشونه که برن تو ورزشگاه و حمایت کنن تیم محبوبشون. تصمیمی تبعیض‌آمیز که سرانجام آرام آرام برداشته می‌شود. موفقیتی برای آنهایی که در 40 سال گذشته برای عوض کردن این شرایط تلاش کردند. پوریا جعفره، BBC. مینکی بوردن، رئیس برنامه های دیدبان حقوق بشر از نیویورک با ماست. خوش آمدید به برنامه خانم بوردن. من میدونم که شما دنبال میکردید تحولات مربوط به حضور زنان در استادیوم ها رو در ایران. نظرتون چیه درباره اتفاقی که امروز شاهدش هستیم؟ این واقعیت که زنان و دختران میتونن برن به استادیوم های فوتبال بعد از 40 سال جنگیدن برای یک حقوق بشر پایه‌ای، این یک روز، یک ماه و یک سال تاریخی است. در عین حال نشون میده که چقدر راه طولانی تری ما در پیش داریم برای رسیدن به حقوق کامل زنان. عفو بین الملل داره وضعیت حقوق بشر رو در حوزه های مختلف ورزشی در ایران دنبال میکنه. تا همین فروردین ماه امسال زنان رو با اسپری فلفل به خاطر اینکه میخواستن وارد استودیوم بشن در مشهد مورد حمله قرار میدادن. برای همه این الان خارق‌العاده و هیجان انگیزه که زنان اجازه پیدا کردن وارد استودیوم بشن، ولی باید ما مطمئن بشیم که این یک اصلاحات دائم هست، نه اینکه فقط دولت ایران داره این کارو میکنه که یک نمایشی از خودش به دنیا نشون بده در آستانه جام جهانی قطر. ایده اتفاقا همین نقد رو دارن، اینکه کلا فقط 500 بلیت برای زنان وجود داشته و اینکه در این مقطع صرفا در استادیوم آزادی اجازه میدن زنان بازی های باشگاهی رو ببینن. شما فکر میکنید که آیا این یک حرکت نمادین هست برای ساکت کردن نهادهای بین المللی که اعتراض کردن به وضعیت، یا اینکه واقعا شاهد یک تغییر بنیادین هستیم؟ عفو بین الملل مسلما امیدوار هست که این یک تغییر بنیادی باشه، چرا که زنان ایرانی خطرهای زیادی کردند برای احقاق حقوقشون، حق رفتن به استادیوم، دهه ها جنگیدند، به فیفا نامه نوشتند، فشارهای زیادی از طریق جامعه بین الملل اعمال کردند. و من فکر میکنم در داخل ایران یک چیزی هستش که همه خانواده ها میتونن بر سرش توافق نظر بکنن، این هستش که دوست دارن در کنار هم بتونن از تیم مورد علاقه شون حمایت بکنن و از یک بازی لذت ببرن. یک مسئله بسیار مهمی رو که نباید فراموش بکنیم این هستش که نقش فیفا در این مسئله چی بوده. وقتی زنان در 2 سال پیش اجازه پیدا کردند، در مهر ماه 2 سال پیش اجازه پیدا کردند برن به استادیوم، دلیلش این بودش که فیفا اون بازی خاص رو داشت نظارت میکرد. آزمون واقعی زمانی هستش که ما ببینیم که مسابقات باشگاه‌های محلی چگونه خواهد بود. در باشگاه لیگ برتر آیا زنها اجازه خواهند داشت با همون حق و حقوق برابر وارد استادیوم بشن و همون مقدار بلیط‌هایی رو بخرن که مردان میتونن بخرن؟ خانم بوردن، چقدر میشه امیدوار بود که در این مورد خاص به هر حال فشار فیفا مؤثر بوده؟ چقدر میشه امیدوار بود که در دیگر زمینه‌های نقض حقوق بشر، مشخصا حقوق زنان در ایران، نهادهای بین‌المللی بتونن به حدی فشار وارد بکنند که منجر به تغییر موضع جمهوری اسلامی بشه؟ Well,
حق زنان، حق دختران برای ورود به استادیوم فوتبال حق پایه‌ای بشر هست. علاوه بر این جزئی از منشور فیفا هم هست. بنابراین اگر فدراسیون فوتبال ایران، اگر دولت ایران در آینده اجازه ندن که زنان تماشاگر مسابقات فوتبال باشن به طور حضوری، قطعا از طرف فیفا یک سری تحریم های اعمال خواهد شد. من فکر میکنم این اصلاحات، این حرکت جدید به خاطر فشارهایی بود که زنان ایران آوردن تا فیفا وارد عمل بشه. بنابراین آزمون بعد از مسابقات جام جهانی هست. آیا بعد از اون هم زنان ایران میتونن هر موقعی که خواستن وارد استادیوم ها بشن؟ و میدونین که کلن ممنوعیت اجازه زنان برای حضور استادیوم‌ها فقط مربوط به فوتبال نیست، حوزه دیگر ورزش هم هست و این یه حق اساسی زنان هستش، حقی که بتونن برن بلیت بخرن. ما خیلی دوست داریم بیشتر از 500 تا بلیت به دختران فروخته بشه. اگه خیلی بیشتر از 500 تا بلیت فروخته بشه در یک بازه طولانی مدت، اون موقع میشه گفت که این اصلاحات تثبیت شده و واقعا زنان و دختران امنیت دارن که برن به استادیوم. هیچ زنی نباید خطر بکنه یا ریسک این رو بکنه که مورد حمله و ضرب و شتم قرار بگیره یا با اسپری فلفل بهش تعرض بشه فقط برای اینکه بخواد بره در داخل استادیوم مسابقه فوتبال رو ببینه. متشکرم. مینکی وردن، رئیس برنامه‌های دیدبان حقوق بشر از نیویورک با ما. و اما جشنواره فیلم ونیز از امروز با شرکت 4 فیلم ایرانی و با حضور لیلا حاتمی در هیئت داوران اصلی این جشنواره آغاز شد. قراره در این جشنواره برنامه‌هایی در حمایت از جعفر پناهی، کارگردان زندانی در ایران هم برگزار بشه. محمد عبدی، منتقد فیلم از محل جشنواره ونیز در ایتالیا با ما. خوش آمدید به برنامه آقای عبدی. ابتدا از 4 فیلمی که در جشنواره حضور دارند به ما بگید فیلم‌های چه کسانی هستند و چقدر بخت برنده شدن جایزه دارند. بله، ابتدا بگم که 4 فیلم نیست، 5 فیلمه، چون یک فیلم دیگه بهتر به لحظات آخر اضافه شد و به این ترتیب ما 5 فیلم ایرانی در ونیز داریم که خودش یک رکورد واقعا عجیبی هست. امسال سال میتونم بگم بزرگی برای سینما ایران. 2 تا فیلم در بخش مسابقه هست، فیلم آقای جعفر پناهی خرس نیست که خب به طریق مخفی ساخته شده و بدون اجازه، البته بخشیش در خارج از ایران فیلم برداری شده، در ترکیه از جمله بازیگرانی هم هستن که از اروپا اومدن در فیلم بازی کردن، مثل مینا کاوانی. خود آقای پناهی هم در این فیلم نقش ایفا کرده. قصه 2 تا عشق رو در واقع و مضمون قدرت رو در این رابطه ها واشکافی کرده. نمایش این فیلم رو گذاشتن یک روز مونده به آخر، یعنی تا یک روز مونده قبل از پایان جشنواره این فیلم نمایش نخواهد داشت. فیلم دوم فیلم آقای جلیلوند هست که اون هم آقای جلیلوند 2 بار اینجا بوده، در بخش افق‌ها جایزه بهترین کارگردانی هم برده. حالا با فیلم به اسم شب داخلی دیوار که یک فیلم سورئال هست و یک قصه غریبی رو در واقع روایت می‌کنه راجع به یه مرد کور که در داخل یک خونه است با بازی نوید محمدزاده که در کن مشکلات عدیده‌ای در واقع براش پیش اومد با سازمان سینمایی، حالا باز این بازیگر در ونیز خواهد بود روی فرشای قرمز و میشه گفت که خاری خواهد بود در چشم سازمان سینمایی جمهوری اسلامی. و 3 فیلم دیگه که در بخش مسابقه نیستن چی؟ 2 فیلم در بخش افق‌ها، یکی بخش افق‌ها جنگ جهانی سوم هومن سیدی ساخته که اون هم قصه غریبی داره، راجع به کارگر پشت صحنه‌ایه که ناگهان در واقع نقش هیتلر رو و بعد از اون یک فیلم دیگه هم هست از ایران باز در بخش افق‌های گسترش یافته که اون فیلم هم قرار هست که در روزهای آخر نمایش داده بشه و ما اسمش از بیرویا مال آریان وزیر دفتری اولین فیلمش هست. و فیلم آخری هم که در واقع فیلم پنجمی که آخر از همه اعلام شد و در واقع پنجمین فیلم سینما ایران هست، یک فیلم مستند به اسم تنها ساخته جعفر نجفی که 3 فیلم مستند این مستندسازه که قبلا هم در جشنواره‌های مختلف موفقیت داشته. حضور لیلا حاتمی در هیئت داوران اصلی این جشنواره چقدر میتونه اهمیت داشته باشه برای سینمای ایران؟
طبیعتا مهم خواهد بود، ولی من به هر حال طبیعیه که رأی خانم حاتمی یک رأی در بین داورای دیگه. امروز میتونم بگم دو فیلمی که از مسابقه جشنواره ونیز نشون دادن خیلی چشمگیر نبودن هیچ کدوم و نظر منتقدان رو جلب نکردن. یک فیلم در واقع فیلم اول که فیلم افتتاحی است عنوانش بود واید نویز، که یک فیلم بیشتر سیاسی علیه سرمایه‌داری، و فیلم دوم هم با عنوان تار راجع به یک موزیسین، اون هم در واقع میشه گفت یک فیلم بیشتر سیاسی اجتماعی با دیالوگ‌های زیاد. در نتیجه شروع خوبی نبود برای ونیز، اما فیلمسازای خیلی درخشانی منتظر هستیم که کاراشون رو ببینیم، مثل دارون آرونوفسکی، مثل ایناریتو گونزالس، گونزالس ایناریتو و فیلمسازای درخشان دیگه‌ای که باید دید که حالا تا آخر جشنواره به کجا خواهند رفت. برنامه‌هایی هم در حمایت از جعفر پناهی از قرار ترتیب داده شده، مشخص هست که قراره چه اتفاقی بیفته؟ بله، یه نشست قرار برگزار شه که دبیران سه تا فستیوال از جمله ونیز، دبیر جشنواره ایفا و دبیر جشنواره روتردام توش حضور دارن، به اضافه یک فیلمساز ایرانی که البته هنوز اسمش رو اعلام نکردن. قرار هست که درباره این موضوع یک نشست در واقع خبری و با حضور مطبوعات برگزار بشه. به یک فرش قرمز مخصوص هم روز 9 سپتامبر برای آقای پناهی در نظر گرفتن. طبیعیه که خب خودش اینجا نخواهد بود. فکر میکنم شاید حتی بتونم بگم اولین باره که یک فیلمسازی در یک جشنواره به عظمت ونیز نمایش داده میشه، اما خود فیلمساز در داخل زندان. حتی فیلم راه مال یالمازگونی که در کن نشون دادن، موقع نمایش فیلم یالمازگونی از زندان اومده بود بیرون. ولی این اتفاق غریبیه که خب قرار هست روی فرشای قرمز تمام هنرمندان همه فیلم ها که در ونیز شرکت کردن در حمایت از اسکر فرهادی شرکت بکنن و یک مراسم ویژه باشه در بزرگداشت پناهی در حمایت از جعفر پناهی. فکر کنم از روی آقای عبدی، در نهایت ما در شرایطی شاهد حضور 5 فیلم ایرانی در جشنواره ونیز هستیم که در داخل ایران فشار بر سینما و سینماگران بسیار افزایش پیدا کرده، از جمله توقیف فیلم برادران لیلا که در جشنواره کن حضور داشت و حواشی مربوط به اون. چقدر ممکنه این حضورهای بین‌المللی خطرزا باشه واسه سینماگران در داخل ایران وقتی برمیگردن در ایران و حاشیه ها و فشارهایی که ممکنه متوجهشون بشه؟ میتونم بگم این حاشیه و فشارها در واقع خیلی تازه است، یعنی حداقل ظرف 2 دهه اخیر همچین فشارهایی روی سینماگران ایرانی نبوده. قبلتر چرا بوده؟ مثلا وقتی که عباس کیارستمی نخل طلا رو گرفت، وقتی که برگشت به ایران مجبور شد که از در پشتی فرودگاه بردنش، یه عده‌ای اونجا منتظر بودن که حتی کتکش بزنن به خاطر اینکه کاترین دونوف رو بوسیده بود. ولی خب الان ظاهرا دوباره داریم برمیگردیم به دهه 60 و اوایل دهه 70 و همه اون داستانها و همه اون فشارها که خب طبیعیه که روی کار فیلمسازان تأثیر خواهد گذاشت و مشکلاتی رو براشون ایجاد خواهد کرد. البته باید دید که حالا در آینده پیشتر بریم ببینیم که چقدر وزیر ارشاد و سازمان سینمایی بر این موضع سرسختانه و ممنوع‌کاری هنرمندا تاکید خواهند کرد یا اینکه در قبال فشارهایی که خب خوشبختانه داره بهشون میاد پس خواهند کشید و آزادی حداقل مختصری که بود رو میتونن فیلمسازای ایرانی داشته باشن، حداقل بدتر نشه. متشکرم. محمد عبدی منتقد فیلم از محل جشنواره ونیز، آرزوی توفیق می‌کنیم برای همه فیلم‌های ایرانی که در این جشنواره حضور پیدا کردن و همچنین برای سینماگران در داخل ایران. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی‌بی‌سی فارسی و یوتیوب تماشا کنید. شب خوش.